جنرال اسعد عزوبی، کارشناس نظامی و استراتژیکی، در یک مصاحبه با اسکای نیوز گفت که آمریکا نیروها و پایگاه‌های خودش رو در سوریه تقویت کرده. في رسالة أمريكية ليست بالجديدة، وجه مستشار الأمن القومي الأمريكي جان بولتون، مشاور امنیت ملی آمریکا، گفت کشورش تا زمانی که شبه نظامیان حزب الله در سوریه هستند در این کشور باقی خواهد ماند. همزمان ترکیه نیز در تلاش است که در شرق رود فرات مناطق امن ایجاد کند. ناظران عقیده دارند علت حضور آمریکا در سوریه این است که رژیم ایران نه تنها در سوریه حضور دارد، بلکه در بسیاری کشورهای عرب منطقه نیز دخالت می‌کند. اسکای نیوز. زمان آمریکا به دلیل مبارزه با داعش به سوریه آمد، ولی امروز می‌گوید تا زمانی که شبه نظامیان حزب الله و عناصر وابسته به رژیم ایران در این کشور هستند از سوریه خارج نمی‌شود. آمریکا چگونه می‌تواند با نیروهای وابسته به رژیم ایران مقابله کند؟ جنرال اسعد الزعبی، کارشناس نظامی و استراتژیکی. بدايه سننتقل من الموقف العام الى الخاص. الموقف العام يتحدث على انه حيث تتواجد روسيا تتواجد امريكا. ابتدا باید گفت در هر کجای زمین که روسیه حضور داشته باشد آمریکا نیز حضور دارد، و این حضور نیاز به قطعنامه‌های شورای امنیت ندارد، و در صورتی که نیاز باشد قطعنامه‌هایش هم آماده است. آمریکا برای مبارزه با داعش وارد سوریه شد، ولی امروز میگوید داعش تمام شده، اما حضور نیروهای آمریکایی در سوریه تمام نمی شود. دلیل آن هم نیروهای جدید آمریکایی است. تسلیحات آمریکایی، رادار و تأسیس 4 پایگاه جدید از جمله یک فرودگاه است. فرودگاه نظامی طبقه مجدداً راه اندازی شده که نیروهای آمریکایی در آن مستقر هستند. بنابراین نیروهای آمریکایی در سوریه در حال گسترش هستند. این حضور دو پیام دارد. وقتی که آمریکا میگوید تا زمانی که عناصر وابسته به رژیم ایران در سوریه حضور دارند او نیز در سوریه باقی میماند، به این دلیل است که روس‌ها گفتند توان آن را ندارند که رژیم ایران را از سوریه بیرون کنند. این یک پیام به روسیه است. بشار اسد هم گفته است که نمیخواهد نیروهای رژیم ایران را از سوریه خارج کند. سران رژیم ایران هم این را گفتند. آمریکا دو پیام مهم دیگر هم دارد. یکی به ترکیه است که صحبت از مناطق امن در شرق فرات می کند. پایگاه های آمریکا باقی خواهند ماند و در شرق فرات نیروهای آمریکایی باقی خواهند بود. پیام دوم هم به روسیه است که نیروهایش را در سوریه بیشتر کرده، نیروی دریاییش را تقویت کرده و به رژیم اسد موشک‌های S-300 داده. این دو پیام به پیام‌هایی که به رژیم ایران داده شده اضافه می‌شود. إذن هاتين الرسالتين يضاف إلى رسالة إيرانية.